شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما به برنامه جامعه سالم، برنامه ای که در روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، همون شب 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد، همچنین در روز شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر و بازپخشون 11 تا 1 بعد از نصف شب یا یک شنبه تقدیم حضورتون خواهد شد. همین گونه که برخی از شما آگاه هستید، من گفتگویی در باره آنچه که به عنوان جامعه و گفتگوی مربوط به اون در حوزه جامعه شناسی یا جامعه شناختی هست، مطالبی رو آغاز کردم و به 8 نهاد یا اینستیتوشن اصلی اشاره‌ای داشتم که با توجه به شرایطی که موجود هست، گفتگو رو از یکی از اینها که مورد یا موضوع سیاست بود آغاز کرد و از اونجایی که مایل بودم از افراد آگاه و دانا در هر رشته استفاده کنم، فرصتی شد که از آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشون در رشته علوم سیاسی هست، کمک بگیرم و خوشحالم که طی جلسات قبل تونستیم مطالبی رو در چارچوبی که معمولاً در محیط علمی و دانشگاهی در کلاس‌های مقدماتی علوم سیاسی و یا رشته‌های مرتبط مانند جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی مربوط به اون هست رو با شما در میون بگذاریم. شاید بیان این نکته ضروری است که ما به اینجا رسیدیم که همین اندازه که جوامع بشری تعدادشون در ارتباطاتشون از یه حدی بیشتر شد، همین اندازه که موضوع اضافه تولید به وجود آمد، همین اندازه که مسئله معامله و مبادله و حتی داشتن واحدی مانند پول به نوعی در جوامع رایج شد، نهادی به عنوان نهاد سیاست خودنمایی کرد که در نگاه اول هدفش بدون تردید ایجاد امنیت در درون و نوعی حفاظت مردم از تجاوزهای بیرون بود و به تدریج به دنبال نظم راه افتاد و بعدم ناچار به عدل رسید و در اینجا بود که با یک موضوع دیگری که به اون اشاره شد و باز هم خواهد شد، سر از موضوع بسیار مهم و اساسی قانون در آورد. ملاک هایی که در انسان های هزاران گذشته بود، اولا معمولا ملاک هایی بود که در طبیعت بود، یعنی شما در طبیعت نوعی برتری و فرمان روایی رو میبینید. حتی مطالعات اخیر نشون میده که با توجه به وزن و نیروی نر و ماده حیوان هست که تعیین کننده برابری و یا نابرابری میان اون هاست. یعنی وقتی شما با حیواناتی روبرو میشید که جنس نر کمی از جنس ماده قوی تر و یا بزرگتر است، برتری نر رو بر ماده میبینید و وقتی به حیواناتی میرسید که وزن بدن حیوان نر ای بسا چند برابر حیوان ماده است، مانند بابونها، دو چیز را میبینید. یکی فرمان روایی مطلق بابونهای مذکر و بعدم حتی در اختیار داشتن چندین بابون ماده به عنوان همسرانشون که بقیه با وجود نداشتن کسی یا بابون دیگری همچنان در حسرت اون میسوختند و منتظر مرگ اون بابون بودند که بتونن بعد از مرگ او به نوعی زنهای او رو یا ماده ها رو تصاحب کنند. این وضعیت حتی در قبل از اسلام در اعراب هم وجود داشت که بعد از مرگ پدر اگر لباس یا عبای پدر رو پسران او بر روی هر کدام از زنان پدر می انداختن، البته غیر از مادرشون، اون زن از آن اونها می شد. یعنی می خوام بگم حتی شباهت ها و نزدیکی های باور نکردنی در این زمینه وجود داره. بنابراین طبیعت از یک طرف حکمی می داد در جهت برتر بودن و کمتر و کهتر بودن
که البته مقداری از اون فقط به خاطر سن قابل فهم و درکه، ولی از طرف دیگه با توجه به همین ترکیب که مسئله قدرت بود و مردان از زنان قدرتمندتر بودند و زن به دلیل حاملگی و بعداً مواظبت از فرزندان ناچار از بسیاری از مزایا و امکانات مردان محروم میشد، این برتری به صورت جوامع چند زنی در اومد که بر اساس مطالعات مردم شناسی بیش از 95% جوامع جهان چند زنی بودند. بنابراین در این حال مسئله قدرت و آنچه که ما به عنوان سیاست امروز میشناسیم زمینه ای رو فراهم کرد که شباهتی به مسئله پدر سالاری، مرد سالاری در جوامع انسانی داره و باز به همین جهته که ما در هزاره دوم یه مسیحی گفتگوهایی در جهت حق طبیعی و آزادی طبیعی داشتیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت و بزرگان بسیاری درباره اون نوشتن، اما ظرف 200-300 سال بعد به یک باره با این واقعیت روبرو شدن که هیچ وقت نه حق طبیعی وجود داشته و نه هیچ وقت آزادی طبیعی، آنچه که بوده زور و ظلم و تجاوز بوده و بنابراین در طبیعت آنگونه که اونها مایل بودند اون رو بفهمند موضوع برابری و یا آنچه که امروز به عنوان آنچه که انصاف و عدالت وجود نداشت. این نکته از این جهت اهمیت داره که الگو و مدل چه از نظر طبیعی و چه از نظر انسانی به سمت موضوع قدرت رفت و نباید اصلا تعجب کرد که تا حتی قرن 17 و 18 و 19 که آقای دکتر حسامی هم به اون اشاره کردن همچنان عده‌ای بودند که هم از قدرت مطلق صحبت می کردن و با تقسیم قدرت مخالف بودند و به همین جهت است که بعدن تفکیک یا تقسیم قوا در حکومت ها مقننه و مجری و قضایه در آغاز آنچنان طرفدارانی نداشت و به هر حال به نوعی یکی در کنترل و تسلط دیگری بود. حتی میدونیم فروید به ما میگه که برداشتی که کودک به ویژه پسر بچه از پدرش داره بعدن ماجرای نه تنها حکومت و دولت بلکه خدا رو به نوعی رقم میزنه. حتی در مسیحیت میدونیم که مسئله رابطه خدا با مردم، رابطه فرزندان در ارتباط با خدا که به گونه‌ای که ارائه میشه مرده ارزیابی میشه. این رو به این جهت عرض میکنم که ترکیبی که در ساختار سیاسی وجود داشت هم به نوعی برداشت از طبیعت بود، هم برداشت از جامعه مرد سالار و پدر سالار بود و هم به گونه‌ای به دوران ضعف و زبونی کودک انسان که هم به دنبال به دست گرفتن قدرت و هم همیشه به نوعی به راحتی به قدرت به نوعی گردن مینهه و حتی ظلم و ستم او رو به دلایل و بهانه‌های مختلف میپذیره. به همین جهت است که با بیان این کلیاتی که در جلسات گذشته بهش اشاره شد و مطالب دیگری که مخصوصا آقای دکتر حسامی به اون اشاره کردن ما به اینجا رسیدیم. بنابراین اجازه بدید که ضمن خوش آمد به آقای دکتر آرام حسامی، استاد عزیز و برجسته علوم سیاسی، از ایشون بخوام که هر گونه که مایل هستند گفتگو رو ادامه بدن، مخصوصا که من طی 4-5 روز گذشته تلفنم به دلایلی کار نمی کرد و گفتگویی هم با ایشون جز همین دقایقی چند که شاید به یکی دو دقیقه هم نرسید نداشتم. بنابراین میدونم که با دانایی و تواناییشون بحث رو آنگونه که مفید و مناسب میدونند ادامه خواهند. آقای دکتر خوشحالم در خدمتون هستم، برنامه و یا میکروفون در اختیار شماست. مرسی، با درود و سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. بله، من فقط یه یادآوری کنم در ادامه صحبت‌های شما، اینکه یک در حقیقت گردشی در این حلقه قدرت
پدر سالاری، مرد سالاری به وجود اومد در واقع در زمان رنسانس، رنسانس اروپا، و بعد مشخصا در تئوریای سیاسی. هم اشاره کردیم قبلا، هم ماکیاولی هم هابس، توماس هابس، هر دو به گونه ای مشخصا مسئله حداقل خدا رو یک جوری منحل کردن از نظر اندیشه سیاسی. باشی عرض کنم از نظر واقعیت روی زمین این هنوز ادامه داره، ولی از نظر اندیشه سیاسی و لااقل مشروعیت، یا اونی که ما در حقیقت باعثی حقانیت سیاست یا حکمرانان بگیم، خدا از توش در میاد. یکی مسئله قدرت مطرح میشه و بعد مسئله وظیفه حکمران که ماکیاولی صحبت میکنه راجع بهش، و یکی قانونمندی و اونی که ما به عنوان قرارداد اجتماعی یا قراردادهای اجتماعی ازش در قرن 16 هم شروع میکنیم استفاده کردن. ما بحث هفته پیش به اینجا رسید که خب دو تا مسئله داشتن، قدرت مطلقه هم از طریق خدا و هم از طریق پدر و بعد از طریق سلطان یا شاه یا پادشاه یک جورایی باز تولید میشه، برای اینکه این قدرت اگر شکسته بشه دیگه مطلق نیست و دیگه خداگونه نیست، و بعد ممکنه همونجوری که اتفاق افتاده بود در جنگ های متعدد بعد از پروتستانیزم یا جنبش پروتستان در اروپا، اروپا رو به خاک و خون بکشه. بنابراین توماس هابز که بعد از اون جنگ 30 ساله که جنگ مذهبی است و جنگ های داخلی است راجع به همین نقش مذهب و کی بایستی مذهب مردم رو تعیین کنه، این رو می نویسه. لوایتان نهنگ، و شما دکتر فرمودن که این ترجمه فارسیش نهنگ است، من لوایتان یک در حقیقت سی مانستر ما بشونیم، یک قول و بیشاخدومه، در حقیقت منظورشی که حکومت پدیده انسانه و با قرارداد انسانی درست میشه، اجتماعی درست میشه، و یک قولی رو ما خودمون تولید میکنیم که امنیت ما رو حفظ کنه. این لب کلام هابز بود. من میخوام اینجا برگردم به نکته‌ای که الان دکتر اشاره کردن راجع به قوانین طبیعت یا قانون طبیعی یا قوانین طبیعی، چون بعد از در واقع هابز که در واقع کار مهمش این بود که یک خدا رو از این معامله بیرون میکنه، چون وقتی قرارش سیاست و حکومت مبناش قراردادهای اجتماعی باشه، آحاد افراد جامعه جز این قرارداد محسوب میشن و در حقیقت حکومت یا اونی که ما میگیم سابرنتی، حاکمیت به تعلق میگیره در مرحله اول تشکیلش به یک جامعه مدنی که با همین قرارداد اجتماعی رو در واقع، حالا نمیخوام بگم تنظیم کرده باشه، قبول کرده باشه و وارد جامعه بشه. نقطه مهمی که الان مطرح میشه راجع به همین قوانین اجتماعی و بعد قوانین طبیعی، قانون طبیعت، نقطه‌ای که میخوام راجع به روشنگری و که بعد از رنسانس اتفاق میفته در اروپا و قانونمند کردن حکومت‌های در واقع مطلقه رو در بر داره. دکتر اشاره کردن به نقش طبیعت، یعنی اون چیزی که به مردم یعنی به جامعه نزدیک بوده، مثل همون روابطی که در حیوانات می‌دیدن یا روابط طبیعی که توی مثلا ماهی در دریاست، نمیدونم شیر در صحراست، و نقش اینا رو نگاه، پرنده در آسمان است، اینا به طبیعت چون به ما نزدیکه، ماه و خورشید چجوری میان میرن، زمین چجوری روشن و خاموش میشه، به طبیعت نزدیک بودن باعث شد به نظر پردازی و نظر در واقع فلسفه بافی در نقش طبیعت. این در واقع یه چیز طبیعی باز باید بگم که اتفاق افتاد، چون به ما خیلی نزدیکه این مسئله. دکترم اشاره کردن به تئوری‌های فروید و در واقع روابطی که ما فکر میکنیم طبیعیه ولی خود به خود به وجود نیامده. به هر حال من میخوام برگردم به این مسئله قانون طبیعی. در دوره روشنگری در اروپا، و این خیلی مهمه که در واقع اینو بدونیم که این اونی که ما دنیای مدرن مینامیم امروز در
غرب یا در دنیا بایستی بگم، اونی که ما میگیم دنیای علم و صنعت زایده این افکار قرن 17 و 18 هم هست که در اروپا، وقتی میگم اروپا واقعا هم ایتالیا هم آلمان هم انگلیس نقش و فرانسه نقش بسزایی دارن. بذار اینم اشاره کنم، پروتستانیزم یا موومنت پروتستانیزم در آلمان شروع میشه که زیر سوال میبره قدرت مطلقه کلیسای کاتولیک روم رو. در ایتالیا رنسانس رو میبینید، ماکلانجلو، دامینچی، ماکیاولی نمونه‌های زنده این در حقیقت رنسانس هستن که نقش انسان رو محور میدونه و عقلانیت رو در حقیقت انسان رو، وجود انسان رو، عقل انسان رو محور همه کارا قرار میده. بعد میرسیم به در واقع همین نقش انگلیس هم بایستی در انقلاب علمی بایستی بگم بسیار زیاده، مخصوصا بعدش در قبال قرن 18 هم نیوتن و تئوری‌های نیوتن در مطرح میشه. الان هم عرض میکنم اینجا جالبه، دکتر اشاره کردن، شما اشاره کردید به مسئله قوانین طبیعی. یک بخشی از کاری که در فرانسه شد و کندورسه، ولتر، مونتسکیو، ژان ژاک روسو اینا ادامه این کار رو در حقیقت دادن، این بحث بود که همون جوری که نیوتن قوانین دنیای فیزیکی رو در حقیقت کشف کرده و پیدا کرده و باعث شده که بشر مطلع بشه چه قوانینی در دنیای فیزیکی وجود داره و میتونه از این قوانین استفاده کنه و زندگی خودشو بهتر کنه، با همون استدلال بر این باور بودن که قوانینی هم در اجتماع وجود داره که اینها رو قانون طبیعی اجتماعی میگفتن. یعنی باور بر این داشتن که طبیعت یک نظمی داره، این نظم یونیورساله، یعنی در حقیقت تمام شموله، چه شما ایرانی باشید، چه ژاپنی باشید، چه آمریکایی باشید، این قوانین طبیعت طبیعی همونجور که مثلا قانون جاذبه در همه جا کار میکنه، قوانین اجتماعی هم کار میکنه. اینو من مطرح کردم به خاطری که بعد از هابس نقطه بسیار بسیار نقطه بسیار مهمی، نقطه عطم هست ولی که در اروپا و در انگلیس پدید میاد، انقلاب سفید انگلیس هست که نوشته جان لاک انگلیسی توجیه میکنه و توری میده بیرون که در واقع باعث بگم مبدأ و فاوندیشن یعنی اساس اصول تمام انقلاب های دموکراتیک مدرن بعد از اون هست، هم انقلاب کبیر فرانسه 1789 هم انقلاب آمریکا 1776 قبل از انقلاب فرانسه و بعد تمام انقلابایی که بعد از اون در دنیا به وجود میاد، استدلالش استدلال جان لاکه و بخشش برمیگرده به این قانون طبیعت یا قانون طبیعی. حالا شما ممکنه فکر کنید که من اینو اول میگم که چیو مشخصا لاک میگه و بعد ربطش به این مسئله حقوق و قانونمند کردن قدرت مطلقه برمیگرده. بحث بر این هست که آیا انسان‌ها حتی قبل از تشکیل جوامع یا قبل از تندر دادن به قراردادهای اجتماعی که حالا هابس راجبش صحبت کرد یا هر کس دیگه، آیا حقوقی دارن یا نه و اگر دارن این منشأ و مبدأش کجاست؟ جان لاک بر این باور بود که بله، همون جوری که قوانین فیزیکی یعنی دنیای فیزیکی قانون داره، دنیای اجتماعی و انسانی هم قانون داره و مشخصا سه نوع حق رو برای انسان قائل بود که این حق طبیعی یا اونی که میگن حقوق طبیعی انسانه. من میدونم میدفع دکتر راجع به مسئله بحث کردن که این یه چیز واهی اگه اشتباه نکنم است، حالا میبینید که چجوری این در حقیقت یک پیشفرض میشه و دلیلی به جز خودش برای اثباتش وجود نداره، ولی همون کماکان حتی در بحثایی که در سازمان ملل میشه
در بحثایی که تو آمریکا میشه راجع به حقوق زنان و مثلا صدقه جنین، در بحثایی که در ایران میشه راجع به قوانین مدنی و شرعی، مسئله حقوق طبیعی کماکان مطرحه. جان لاک میگه سه تا حق به طور خیلی طبیعی مال تمام انسان هاست و این همه جای دنیا مستطره. این سه تا حق، یکی حق زندگی، life, liberty and state or property میگه، در واقع میشه حق زندگی، آزادی و بعد مالکیت. من اینو یه جور بذارید توضیح بدم، مالکیت منظورش فقط زمین و ماشین و خونه شما نیست، به خونه ما نیست، منظورش تمام چیزهایی است که در واقع در ید قدرت شماست. به این معنا که مثلا شما چشم دارید، دست دارید، گوش دارید، اینها مالک شمایید و بنابراین استفاده که از اون میکنید یا نتیجهش یا میوه حاصل، باید بگم حاصل زحماتی که شما در واقع اعمال میکنید، دستتون و پاتون و عقلتون رو به کار میدادید، یه کاری انجام میدید، در واقع باعث میشه قانون مالکیت حتی چیزای دیگه هم درش به وجود بیاد. من بحثم میخوام برگردم به حقوق طبیعی، یعنی یک فرض میگیره جفرسون وقتی در واقع شروع میکنن توجیه کنن انقلاب آمریکا رو، اون دیکلریشن آف ایندیپندنت رو مینویسه، در حقیقت ارجاع مستقیما نمیگه ولی لغت واژه ها واژه جان لاک هست، استدلال استدلال جان لاکی بایستی بگم هست که انسان یه حقوق طبیعی داره و وقتی این حقوق طبیعی پایمال میشه، زیر پا گذاشته میشه، دیگه اون موقع حق مردم هست که بلند شن و برخیزن و رژیم خودشون رو عوض کنن. من راجع به این حقوق، دکتر ممکنه شما بحثی داشته باشید راجع به این حقوق طبیعی، یکم مکس میکنم ببینم بحثی هست، اگر ممکنه وقت کامرشال هم باشه نمیدونم. متشکرم آقای دکتر حسامی. ببینید مطالبی که فرمودید بسیار مهم و اساسی است. من نظر شنوندگان خوب و عزیز رو به چند نکته جلب میکنم. اول اینکه ما با کسی در اوایل قرن 16 17 روبرو میشیم و اون توماس هابز هست که همطور که اشاره فرمودید یه نگاه خاصی داره، بسیار به حساب خودش واقع بینانه است و در این حال مسئله قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه. یه چیزی نزدیک شاید بشه گفت 40-50 سال بعد از اوست که لاک مسئله رو در یه چارچوبی کمی متفاوت ولی با مسائل مربوط به حق طبیعی که اشاره فرمودید همچنان در اون زمینه داره و بعد از اوست که مونتسکیو و اون اصحاب دارالمعارف شاید چیزی نزدیک 20 سال بعد تقریبا در اوایل قرن 18 پیدا میشن و اون اوضاع رو تعقیب میکنن و بالاخره ژان ژاک روسو است که در میانه قرن 18 موضوع قرارداد اجتماعی رو به صورتی که میشناسیم مطرح میکنه و باز همطور که هفته قبل هم اشاره شد بیشتر ما ایرانیان موضوع قرارداد اجتماعی رو نه از هابز بلکه از روسو میشناسیم. البته کتاب دیگر روسو، ژان ژاک روسو که امیل هست که بحث تربیتی است، اوست که به یک باره مسائل مذهبی رو و یا اعتقادات رو در کار پرورش و تعلیم تربیت کودک به هم می‌ریزه. نکته‌ای که آقای دکتر حسامی هم اشاره کردن میخوام، چون جنبه بسیار مهم می‌داره، باورهای اسحاق نیوتن و گفتگوی او درباره فیزیکی که در اون زمان و ریاضی که به دنبال اون مطرح بود جهان رو با یه موضوع به یک اعتبار علت و معلول مرتبط کرد. یعنی معلوم شد که هر معلولی علت و سبب و موجبی داره، یعنی گفتگوی علیت از اونجا آغاز میشه. ولی استفاده‌ای که برخی از این بزرگان کردن این بود پس اگر در جهان هر پدیده‌ای علتی داره ما احتیاجی به خدایی نداریم و اون نقشی نداره. اگر آب به جوش میاد به خاطر ایست که حرارتی به این آب میدید و جوش میاد و بعدم تازه برفرض این که نگاه کنیم به مردمان خوب و بد، کوچک و بزرگ،
و یا حتی در حوادث بد و منفی میبینیم فرقی نمیکنه، هر کسی که یه مقدار آب رو با یه مقدار حرارت همراه بکنه، آب او مثلا در 50 درجه یا 100 درجه که بعدا به جوش بیاد مال همه یکسانه. پس ما در دنیای زندگی میکنیم که برخلاف این تصور که هنوز میبینیم بسیاری از ما داریم، که دائما خداوند در همه چیز مشخص، این سرش در بیرون، پاش در بیرون، پاش خوب بشه، زخمش یه ذره بهتر بشه، اون که نه عفونت کنه. یعنی یه ذهنیتی که در گذشته وجود داشت با بحث‌های مربوط به فیزیک نیوتونی در حوزه خودش باقی نموند و به یک بار مسئله علیت همون گونه که زمینش فراهم شده بود خدا را از صحنه حوادث و اتفاقات زندگی بیرون کرد و در نتیجه آخر کار اینا خودشون رو مقید کردن که اگر نقشی داره در تولد، شاید هم در ازدواج چون اونم با تولد مرتبط بود، بعدم در مرگ. و به نوعی اصلا مسئله قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر که در شرق ای بسا 500 سال قبل از اون مورد بحث‌های عمیق و سنگینی قرار گرفت یا 300 سال قبل از اون، حالا در اروپا به نوعی در اینجا مطرح میشه و این نکته از این نظر اهمیت داره که زمینه رو فراهم میکنه به این که نقشی خدا نداره. در نتیجه انسان به مقدار زیادی جای خدا رو میگیره و حالا که انسان جای خدا رو گرفت، مسئله تقدس از آن او میشه و اینجاست که یک گفتگوی مطرح میشه از قرن 18 و 19 به بعد که واقعا اصل و اصالت کدامه، یکی اصل کدامه، یکی آنچه که اصل از مثلا اصالت است، پایه و مایه است، از اونجا همه چیز شروع میشه کدامه. و به همچنین که شما ملاحظه میکنید در یکی از آنچه که به عنوان برحال پیام های رادیو همراه است، این است که اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است و در اینجا اصل و اصالت رو ما خدا نگرفتیم، تقدس از آن انسانه. و به همچنین که انسان رو به پیش هیچ بتی و به بارگاه هیچ کسی نمیشه به اسارت و بندگی برد، اصل و اصالت با انسانه. بعدم راهنمای اصلی و اساسی که مانند خورشید اخلاقه و حالا علم و عقل واقعیت که در اختیار ماست و با خودش موضوع مسئولیت داره. به همجاست که دلم میخواد توجه دوستان رو به این جلب کنم که آنچه که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن و ماجرای نیوتن تا کجاست. یک گریزی هم میزنم گرچه وقتش نیست که ما با افکار بعدی داروین در خصوص فرگشت یا تکامل یا هرچی که مایل نامشو بگذارید و بعدا با آنچه که مارکس در جهت سیر تاریخی بیان کرد در حقیقت امان دیگه بعدا در قرن 19 هم برای مذهب باقی نمون و در نتیجه به عنوان عصر ایدئولوژی آمد. یعنی این زمین هایی که از زمان نیوتن آغاز شده بود و بزرگانی مانند هابز و لاک و مونتسکیو و بعدم ژان ژاک روسو بیان کرده بودند، به یک بار تغییرات اساسی هم در جهت آنچه که به عنوان رنسانس بود هم در جهت اصل روشنگری رو موجب شد. بنابراین اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و من از آقای دکتر حسامی بخوام که گفتگو رو آنگونه که فکر میکنن بعد از چند پیام ادامه بدن. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم که در روزهای دوشنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. برنامه ایست که به موضوع سیاست و علم سیاست یا علم دولت رسیده و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. آقای دکتر حسامی مطالبی را بیان فرمودند و مخصوصا در خصوص جان لاک اشاره به این موضوع که یک سه حق طبیعی انسان، یکی حق زندگی کردن، البته نه زنده بودن، زندگی کردن، نه فقط سروایوال، و دوم مسئله اشاره فرمودن لیبرتی که در تجزیه و تحلیل دقیق به جای آزادی ما اون رو رهایی میدونیم چون در مرحله اول رهایی است، و بعد مسئله مالکیت که
بحث فقط مالکیت خصوصی نبود، بلکه به نوعی اختیار و کنترل از آن انسانه و ما به هیچ شکل و فرمی نه اجزای بدنمون و نه خودمون در اختیار کس دیگه نیستیم. در پیچ و تاب اون ایام این موضوع مطرحه که از توش همطور که میدونید هم در بحث رهایی و مالکیت آزادی فریدم خودش رو نشون میده که مفهومی است مرتبط ولی متفاوت از رهایی و بعدا به دنبالش آزادگی که من در گفتگوهای قبلی داشتم. و موضوع بعد مسئله تأکید به روی زندگی هست که نوع خوبشه که خوشبختیه، که بعدا اون رو در آنچه که در امریکا هست میشناسیم. و امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز توجه کنند که چرا شعار زن، زندگی، آزادی در جهان اینچنین مورد توجه و استقبال و تعریف و تمجید قرار گرفت. برای که باز همون مسائل اساسی در دنیایی که بسیاری رو ما حتی از حق زندگی به بازی و بهانه محروم میکنیم، مسئله زندگی مطرح شد و مسئله نه تنها رهایی، آزادی، اما در اینجا موجودی که برای همه انسانها از همه عزیزتره که مادره، که بعدا در آغاز به صورت دختر یا خواهر هم خودش رو نشون میده ولی بالاخره مادره. و هیچ کسی یا هیچ موجودی این چنین مورد ظلم و تجاوز و بیداد قرار نگرفته. شعار زن، زندگی و آزادی چقدر معنی داره و در حقیقت به نوعی تکمیل و کامل کردن اون چیزی است که بزرگان در قرن 17 و 18 و بعدا 19 به دنبالش بودند و آرزوی رسیدن به اون رو داشتن. ضمناً مایلم به این نکته کوچک اشاره کنم که در قسمت آخر بحثم بر اساس آنچه که مربوط به نیوتن هست و ذهنیتی که در خصوص اصل علیت کازالیتی پیدا شد که البته میدانی و من در گفتگاه قبلی مربوط به آزادی آوردم که علیت یه تعمیم و یه تجریدی یا یه بحث انتزاعی عقلی است و به یک اعتبار واقعیت نداره، ولی ما برای تسهیل به نوعی دادن دانش به ویژه فیزیک و بعد شیمی به افراد اون رو به صورت رابطه علت و معلولی در جهان ارائه میدیم، ولی میدونیم که این موضوع در سطح عمیق و دقیقش به شکل و فرم دیگری است. بنابراین این رو برای دوستانی عرض میکنم که با این موضوع ها آشنا هستند و مایلم توجهشون رو به گفتگوهای قبلی من درباره مسئله اصل علیت و اصل این همانی what is که در حقیقت تنها اصل کلی یا به عنوان مبنای فکر انسانی هست توجهتون رو جلب کنم. ولی اجازه بدید با توجه به آنچه که درباره هابز و لاک و مونتسکیو و نیوتن و ژان ژاک روسو اشاره شد، برای که برسیم به اون فلسفه سیاسی حاکم در این دوران و بعد از اون و یا مسیری که تفکر سیاسی و یا نظریه پردازان علوم سیاسی با اون دست به گریبان بودند، از آقای دکتر حسامی بخوام که هر گونه که مایل هستند این گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید دکتر. بله، من دنبال این توضیحات دکتر ادامه میدم. ببینید، مسئله هم رنسانس و هم روشنگری، دوره روشنگری که شاخص تمدن مدرنه و بعد گفتمان مدرنیته رو در تشکیل میده، خب این با سنت یک رو در رویی داره. دلیلی که اینها مهم میشه چون به یه اعتباری خود تعریف روشنگری زیر سوال بردن داده ها بود، یعنی که امانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی، میگه روشنگری یعنی شهامت پرسیدن، شهامت دانستن رو داشته باشه آدم. یعنی این دوره به خاطر که پرسش مطرح میشه، ما دنیا چجوری به وجود اومده، خلقت چجوری انجام شده، علت و معلول
کنش ها و واکنش ها معلول چه علت و معلولی هستند و در واقع ریشه شون کجاست. این پرسش ها که مطرح میشه به خاطری که قرن ها بر اساس باورهای کلیسا و در حقیقت تعلیم و تربیتی که کلیسا در اروپا به وجود آورده بود، جواب این پرسش ها از طریق اولد تستمنت و نیو تستمنت، یعنی در حقیقت انجیل و تورات داده شده بود. بنابراین وقتی زیر سوال گالیلو میبره، کوپرنیکس، کوپرنیک زیر سوال میبره، یک دیالوگ، یک صحبتی، یک بحثی، یک مباحثی باز میشه که بعد دانش انسان در حقیقت از توش عقلانیت و انسانیت، منظورم انسان محور بودن و اینکه عقلانیت و پرسش و پاسخ در میاد. حالا این چه کار، چه عملی انجام میده؟ دو کار انجام میده. یکی که نقش خدا و کلیسا رو در جواب دادن به این پرسش ها که بدون چون و چرا بودن و مقبول مردم بودن، این رو زیر سوال میبره از نظر علمی و از نظر در حقیقت علوم، بایستی بگم در تمام زمین ها. کار دومی که میکنه که در واقع برمیاده به صحبتی کردیم راجع به قدرت مطلقه در سیاست، نه تنها علم و دانش و داده هایی رو که تا اون موقع باور داشتن مردم، علوم رو زیر سوال میبره، مثلا دلیل مثلا گردش به قول اونا خورشید دور زمین میگرده نه زمین دور خورشید، وقتی اینا رو زیر سوال میبرین، بعد در جامعه و در عالم سیاست شما اون قدرت مطلقه رو زیر سوال میبرید. یعنی در واقع صحبت از این میشه که چرا بایستی یک نفر حاکم یا سلطان یا فرمان پادشاه قدرتش در تمام حیطه ها مثل قدرت خدا باشه یا سایه یا مظهر خدا در دنیا باشه و کسی نتونه این زیر سوال ببره. قبلا صحبت کردیم که در واقع مگناکارتا، گریت چارتر، اون در اوایل قرن 13 1215 نوبلیتی یا در حقیقت اشراف زیر سوال میبرن و سعی میکنن قدرت پادشاه انگلیس رو محدود کنن. اما جان لاک مشخصا این تو تریتیز آف سیویل گورنمنت، خیلی این اسم کتابش هست که درجه به این قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، مشخصا به این برمیگرده که در واقع این تئوری از توش در میاد که نه تنها انسان و بعد قرارداد اجتماعی منشأ و مبدا حکومت و دولت هست، بلکه دولت و حکومت مستخدم مردم هست به معنای دقیق کلمه، یعنی مورد استخدام مردم هستند. به این معنا که در ازای یک حقوقی بایستی به مردم یک سری خدمات بدن. حالا اون تعریف که از سیاست دادیم، کی چی کی چگونه دریافت میکنه رو در واقع میگه به طور موقت حاکمیت از آن مردمه، به طور موقت این رو به نماینده هاشون میدن که در پارلمان که نماینده مردم وجود دارن بایستی در حقیقت اون قوانین رو که میخوان که مورد تایید نمایندگان مردم هست وضع کنن و پادشاه فقط و فقط مأمور هست قوانین رو اجرا کنه. ببینید این اصلا بازی عوض شد. من برمیگردم به صحبتی که قبلا کردم، تمام انقلابای دنیا که در حقیقت در اروپا و بعد در آسیا، در بایستی بگم در آمریکای جنوبی هم همینجور، در آمریکا هم همینجور، استدلال اینه که اگر حاکمیت از آن مردم هست، مردم بایستی نماینده داشته باشن. این مسئله پارلمانی شدن یا محدود کردن قدرت خودکامه پادشاه یا اونی که ما بهش میگیم مشروطه، به این معنا بود که پادشاه فقط مأمور هست قوانینی رو که مردم و نماینده های مردم وضع میکنن اجرا کنه. این حرف اول و آخر، آخر نه بگم اول و آخرش، راجع به قدرت پادشاه است. یعنی پادشاه و پارلمان مستخدم مردم هست. هر از چندگاهی این قرارداد اجتماعی، حالا مثلا توی آمریکا هر 2 سال مجلس نمایندگان عوض میشن، در سناش هر 6 سال، پرزیدنت آمریکا هر 4 سال مورد تایید مردم بایستی قرار بگیره،
جان لاک میگه قرارداد اجتماعی نسل به نسل و حتی 4 سال، 2 سال، 6 سال یه دفعه، این قرارداد اجتماعی را از طریق رأی، از طریق انتخاب شما دوباره تجدید میکنید و تمدید میکنید. بنابراین حکومت از حاکمیت از آن مردمه، حکومت به طور موقتی به نمایندگان مردم داده میشه. چون سیستم انگلیس و سیستم بایستی بگم تمام اروپا در مرحله اول پادشاهی بوده، مانارکی بوده، برمیگردم به صحبتی که راجع به مانارکی کردیم، مانارکی بوده، بنابراین الان پارلمان یا مجلس در مقابل پادشاه قدرت دومی میشه و بعد قدرت سومی وجود داره که قوه قضاییه است، که اینها نه تنها قدرت شاه رو محدود میکنن بلکه اصلا به شاه قدرت آنچنانی نمیدن. اینی که میگن سمبل پادشاه در انگلیس، بله الان به این مرحله رسیدیم. ولی جیمز دی سکند رو که در حقیقت انقلاب انگلستان در حقیقت باعث از بین رفتن سلطنتش شد و سلطنت ویلیام اند مری رو، دو نفر رو که حتی یک شاهزاده خارجی رو آورد و جانشین جیمز دی سکند کردند، مبنا بر این شد به شرطی شما میتونید حکمرانی کنید که فقط مأمور اجرای قانون باشید. و این باور دارید یا ندارید و اساس و مرحله اول دموکراتیزیشن یا دموکراسی خواهی در اروپا، یعنی در حقیقت پیاده کردن دموکراسی خواهی در یک سیستم حکومتی است در اروپا. و اهمیتش اینه. یه نکته دیگر من میگم که اونم مهم میشه. جان لاک از این هم فراتر میره. شاید که اولین کسانی است که در زمان مدرن حق شورش رو حتی به مردم میده، که در حقیقت اگر اونایی که قوانین وضع میکنن یعنی قوه مقننه و اونایی که قوانین رو اجرا میکنن یعنی پادشاه به وظایف خودشون عمل نکنن به طور عمومی و حقوق اولیه طبیعی انسان رو زیر پا بذارن، اون موقع مردم حق شورش دارن و میتونن به پا برخیزن و حکومت رو عوض کنن. آمریکا هم با استناد به همین استدلال در مقابل انگلیس و امپراتور انگلیس وایساد و توجیه کرد انقلاب خودش رو، چون انقلاب واقعا انقلاب ممکنه بگید جنگ مستعمره‌ای بیشتر شبیه بود کاری که آمریکایی‌ها کردن، ولی چون آمریکایی‌ها خودشون رو در حقیقت موروث فرهنگ انگلیس می‌دونستن و به عنوان رابطه پدر و پسری نگاه می‌کردن، بیشتر اینو انقلاب میگن تا مثلا جنگ مستعمراتی. ولی واقعیت اینه که توجیهش توجیه جان لاک هست. این دو کار میکنه. من حالا مثلا اینکه دکتر اشاره کردن یه صحبت میکنم راجع بهش. ببینین، این که شما مردم میگن زن زندگی آزادی، یا در ایران عرض کردم این وقایع، این حوادث اینتلکچوال روشنفکری و روشنگرایی، این زیر سوال بردن در قرن 17 و 18 اتفاق میفته. یعنی انقلاب انگلیس، انقلاب سفید انگلیس که اسمش هست، در 1688، یعنی درست اواخر قرن 17 اتفاق میفته. در ایران اولین باری که اصلا قانون اساسی و صحبت نوشته میشه درست 1906 هست، ولی خیلی از کسایی که منور و فکر یا روشن فکر بودن، از جمله حرکتی که باعث به وجود اومدن مشروطه میشه، راجع به قانون و قانونمند کردن صحبت میکنن. مستشار دوله در اون کتاب معروف یک کلمش بحثش همینه. دکتر راکوی هم یه دفعه اشاره کردن این خیلی مهم میشه، یعنی قانونمند کردن. شما که قانونی بدید که این قانون در واقع بتونه جامعه و حکومت رو اداره کنه و در واقع یک بازخواست پذیری بذاره، یک جای بازخواست پذیری بذاره که طبق قانون همه رفتار کنند و عمل کنند. ببینید این اتفاق خیلی مهم میشه از نظر سیاسی و حکومتی، به خاطر که یک نقش خدا، اگر رابطه، اگر اساس حکومت
و جامعه مدنی برای ایجاد امنیت هست و بعد این بر اساس یک قرارداد اجتماعی بایستی برپا بشه، بعد این قرارداد اجتماعی بایستی یک افراد، تمام افراد جامعه رو در واقع ذینفع میکنه، جزء این قرارداد محسوب میکنه، بنابراین تمام افراد چه دارا و ندار، زارع و نمیدونم دهقان و مالک، همه جزء این قرارداد اجتماعی میشن. این یک. دو، که در حقیقت مردمی میشه، دموکراسی یعنی همین، حکومت مردم. دومیش اینه که قانونمندش میکنه، قدرت مطلقه رو میشکنه به طور کلی. عرضم این بود که اگر در اروپا این قرن 17 هم اتفاق میفته، شما تا اواخر قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم، حالا بایستی بگیم اواسط قرن 19 هم در ایران و اوائل قرن 20 هم در ایران، همچین به اصطلاح قانون اساسی برای اولین دفعه در تاریخ ایران نوشته میشه. قانون اساسی به معنی این که در واقع پادشاه رو و حکومتش رو مشروط کنه، این که ما میگیم limited government، محدود کنه، مشروط کنه به مردم و قانون و مجلسی که قانون وضع میکنه و مجلسی که نماینده مردمه. خب اگر اینجوری نگاه کنید، ببینید تفاوت حداقل شما یه 200 ساله رو میبینید، 200 و چند ساله رو میبینید در این راستا، ولی در واقع تا امروز در ایران دموکراسی وجود نداشته، به معنای اینکه یا قدرت شاه محدود بشه، و که حالا از نظر قانونی چه از نظر عملی، جنبه عملیش باز بیشتر مد نظر من هست، و بعد اینکه آیا حق به اصطلاح زندگی، لایف، لیبرتی و مالکیت که حقوق اولیه طبیعی هست، آیا اون حالا چه توسط مذهب، چه توسط حکومت، چه توسط ارکان حکومت، آیا این پاسداری شده یا نه؟ و این هست که سیر دموکراسی در دنیا با این سه تا انقلابی که گفتم، با انقلاب انگلیس شروع میشه 1688، با انقلاب آمریکا 1776 و با انقلاب فرانسه 1789، در یک مرحله مشخص اینا به اون دموکراسی گسترده مردمی که همه رو شامل بشه نمیرسن و طول میکشه و چالش‌ها رو بعدا صحبت خواهیم کرد، ولی این باعث میشه اون قانونمندی و انسان محوری و حق محوری و مطالبه محوری مردم در واقع اینجا شالودش ریخته میشه. دکتر، من میکروفون رو میدم به شما. ببینید جام دکتر حسامی، آنچه که مهم هست این هست که همطور که بحث رو کردیم از آغاز، شاید اجتماعات بشری و گفته شد که چرا اونا به فکر نهادی به اسم حکومت و دولت و پادشاه و حکران و هرچه نامش رو میگذارید رفتند، بیش از همه مسئله امنیت داخلی بود، بعد مسئله امنیت خارجی یا حفاظتی بود که از تاخت و تاز بقیه مردمان جوامع مختلف، البته کشور به صورتی که ما هم اکنون میشناسیم واقعا از آن قرن 16 به بعد، یعنی با اون مفهوم کشور و دولت و حکومت یه پدیده تازه است. فرض کنید 2000 3000 4000 سال قبل کشور به اون صورت معنایی نداشته و دائما هم حوزه رفتار حکمرانان با توجه به اینکه در جنگی پیروز می‌شدند و اون سرزمین رو به تصرف در می‌بردن، مردمش رو می‌کشتن، مردمش رو برده و غلام و کنیز خودشون می‌کردند و یا اگر از دست می‌دادند به هر حال یک مرتبه سرزمین کمتری داشتن، از اون وضعیت مردم به دنبال یک امنیت بودند. این نکته مهمه. و بعد حفاظت، و همینجا چیزی رو که معمولا وقتی که شما به دنبال امنیت و حفاظت هستید از دست میدید، آزادیه. یعنی زنجیرها به پاتون میره و آزادیست، برای که همیشه امنیت و آزادی به نوعی در تضاد بودن، هرچه امنیت بیشتر آزادی کمتره، هرچی آزادی بیشتر امنیت کمتره. هنوزم ما بقایش رو میدیم و من در گفتگوهای قبلی بهش اشاره کردم. اما علاوه بر مسئله امنیت و حفاظت،
مسئله نظم بود، برای که انسان بتونه برنامه ای بریزه و تکلیفش حتی از امروز به فردا مشخص کنه، چه رسه به ماه بعد و سال بعد. و به این نکته اشاره کردم که بعد از اون مفهوم امنیت و حفاظت و نظم ما با مسئله عدل روبرو میشیم، ولی هنوز بحث درباره آزادی فردی نیست. چون نکته بسیار مهم که الان در حقیقت مطالبه مردم دنیاست در یه چنین چارچوبی آزادی فردی. اما آنچه که در گذشته در قرن 18 و 19 به دنبالش راه افتادن یا از قرن 17 آغاز شده بود و ما رو به اونجا رسون که فکر کنم در دو برنامه قبل به اونجا رسیدیم، ولی لازم بود این توضیحات اخیر، رسیدیم به اینجا که به نظر میرسه راه حل این مسئله قانونه. یعنی ما بیایم قوانینی رو پیاده کنیم. این قوانین در غرب و در اروپا وجود نداشت، همون گونه که عرض کردم. نه قوانین تورات میتونست مورد استفاده بگیره و نه در انجیل قانونی بود که مورد استفاده قرار گرفت، غیر از تغییر چهار تا حکمی که به یک اعتبار مربوط به تورات بود. ولی در جهان شرق، چه در فرض کنید منطقه ایران چون مورد نظر ماست، یا خاورمیانه یا منطقه ترکان عثمانی، قوانین اسلام به مقدار زیادی تکلیف رو روشن کرده بود و حتی حد و مرز میان مذهب و پادشاه، نه به صورت نوشته، به صورت نانوشته معلوم بود. حتی بسیار از اوقات این قوانین به خاطر کنترل شاه یا به نوعی آنچه که شاه میخواست برای کنترل علما بود، با عنوانها و بعد برتریها و مرجعیتهایی که اونجا وجود داشت. این نکته اهمیت داره که همطور که اشاره کردن جهان غرب، همونطور که در ایران هم ما به این نتیجه رسیدیم، مسئله برمیگرده به قانون. به این نکته مهم آقای دکتر اشاره کردند که اولا به تدریج یک حق شورش و تظاهرات به انسان داده شد، چون این چیزی است که شما به امانت دادید و بنابراین اگر خیانتی در این امانت میبینید یا همون گونه که به درستی بیان کردن شما استخدام شدید، هم باید پاسخگو باشید، هم اگر پاسخگو نباشید و از فرصت و قدرتی که دارید استفاده کنید، ما حق شورش داریم، و یا قوانینی که ما بتونیم اونها رو برکنار کنیم. این همون چیزی که بعداً ما در قوانین امریکا به صورت ایمپیچمنت یا ریکال، که در حقیقت برگردوندن فرمانداری یا برکنار کردن رئیس جمهوری هست، باش آشنا هستیم. بنابراین کنار این مسئله قوانین و قواعد تا اونجا پیش رفت که مسئله برکناری و مسئله تظاهرات و بعد مخالفت‌های جمعی یا دست جمعی برای برگردوندن قدرت هم مطرح شد. و بنابراین فکر می‌کنم، گرچه شاید امروز یه کمی دیر باشه، ولی آغاز میتونیم بکنیم که ما صحبت رو ناچار باید ببریم به سمت آنچه که قانون، همون گونه که در گذشته هم مطرح شد، قانون چیزی نیست که وضع بشه، بلکه باید کشف بشه تا بتونه روابط موجود رو به بهترین صورت ممکن اداره کنه و فرصتی به جهت رشد و پیشرفت رو برای بیشتر افراد فراهم کنه، مخصوصا وقتی که مردم قسمتی از آزادی هاشون رو دادن، قسمتی از حقوقشون رو دادن و حالا مایلن در پرتو قانون بتونن آزادی های حتی بیشتری برای همگان و از جانب دیگه فرصت ها و امکانات و حقوق بیشتری برای همه به وجود بیارن. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم، و اگر مطلبی آقای دکتر در دنباله آنچه تا به حال گفتیم رو لازم نمیدونن، بریم سراغ دگرگونی که مخصوصا بعد از کتاب روح القوانین مونتسکیو و به نوعی پذیرفته شدن اون در غیاب حکومت دینی حاکم بر اروپا به دلیل دگرگونی ها زمینه رو فراهم کرد که ما رو به همون یک کلمه برسونه، و اون یک کلمه نجات بخش قانون بود. البته من در گفتگوهای قبلی اشاره کردم که قانون چیزی است که افراد تا 12، 13، 14 سالگی
به عنوان پدیده مقدس میشناسن، ولی امروز از در ذهن انسانی میدونیم که وقتی که ما از 18 یا به 22 نزدیک میشیم، اون زمانی که اصول اخلاقی و انسانی در سیستم انسانی میتونه خودش رو نشون بده، قانون تبدیل میشه به قانون عادلانه و منصفانه و موجب رشد و پیشرفت. یعنی به صرف قانون که برخی از اون رو ازش سوء استفاده میکنند یا اون رو معادل عدل میگیرند، که در بسیاری از موارد بزرگترین عامل ظلم قوانین هستند، رو میشه مطرح کرد. چون در اینجا باید با واقعیتی که تفاوتی است که حتی جوان یا نوجوان تا وقتی که به سن 22 سالگی میرسه در مسیر رشد عقلی و اخلاقی متوجه میشه که آنچه که خوب است و مفید است و ضروری و لازمه قانون نیست، بلکه قانون عادلانه منصفانه است که در مسیر رشد و تکامل انسانه. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم.